چی شد؟ چرا وایساد؟ نمیدونم. یه سایه دیدم. صبر کنید آقا. حقیقتش من دارم داستان زندگیمو مینویسم. آفرین. ناشر گفته باید 1001 داستان هیجان انگیز تو زندگیت باشه. آقای حسام بیگ، میشه قبل قصه های ایشون تکلیف ما رو معلوم کنی؟ یه داستان هیجان انگیز تعریف میکنی این مینویسه؟ بعد اون موقع شاید تصمیم گرفتم ننداختمتون مثل آلبال خشک بیخ دیوار. آقای اون خانما، خواهش میکنم حکایتتون رو تعریف کنید بنویسم دیگه. من تو حالا پسر تاجه رو از نزدیک ندیده بودم، همش فکر میکردم قدش بلند باشه. این چی آخی؟ قد بلند چیه؟ میگن اونقدر پول داره اگه اراده کنه نصف بازار رو خریده. به زحمت افتادید. سیب سرخی افتاد از میان سبد عشق زمین، او به تو خندید و تو نمیدانستی که به یک لبخندش لرزه عشق به دامت افتاد. نازگل بیا دیگه. ببخشید. نازگل چه شده؟ مراد بگ تو فرچیاش از اون ور دارم بیا. مراد بگ خفنه، کجا دزدیدی؟ ندزدیدم. با یه تاجر چینی معاوضه کردم. اسپیکره. اسپیکره. خفنه. با چی معاوضه کردی؟ با گوشاش. با گوشاش. میگم کاکا، تو که می‌خواستی به قلم رو به ما، چرا بی خبر؟ خبر میدادی سیدگاوی گوسفندی میزدیم زمین. قافله زدی، باربونه گذاشتی زمین، چرا بی خبر؟ ایجو قلمرو توه؟ عجیب است، بغل شبیه قلمرو منه. او چهارتا کی هن؟ او چهارتا؟ تو فنگچی ها من؟ نه نه، او چهارتا. او چهارتا؟ او که پسرمه، اونم ستا تو فنگچی. او چهارتا؟ او چهارتا؟ چهارتا آدم به درد نخور. میگم حسام، ای چهارتا با او اسپیکر رو تاخت بیزنی؟ ها 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 نه پشیمون شدم، تاخ نمیزنم. دبه در نیار. او اسپیکرو که بیشتر به دردت میخوره. اینو به چه کارت میان؟ ببر اون بر. این اصلا اینو سی چی میخواد؟ میخوام زن پسرم بشه، بچه زن بگیره بهتر میشه. قبلا من برای پسرم خواستگاری کردم، زن کسی نمیشه. آخه اون پسر چلمن خودتو با پسر من یکی میکنی؟ بزرگ شما کیه؟ من تو هیچی نگو عزیز من. جانم عزیزم بفرمی. ای دخترو میدی به پسر من؟ بله میدی. نه بابا چرا که نه؟ چه کسی بهتر از شما؟ چی نگی بزه، من یه غلطی دارم میکنم. نخه، ما دختر به راستن جماعت نمیدیم. بله، بالاخره میدین یا نمیدین؟ نه ساکت باش. آقای مراد خان اجازه بفرمایید ما با خانواده مشاوره کوچولی داشته باشیم، بعد میرسم خدمتتون جواب خدمتتون میدم. با اجازهتون. مشاوره چیام؟ مشورت چیام؟ چه مشورتیه؟ شما چرا نمیذارید من کارمو انجام بدم؟ آخه تو کارم بلدی بکنی؟ فقط داری گم میزنی. چیه میگی میدیم؟
واقعا که نمیدیم. من علکی دارم فقط اداشو در میارم که این قضیه بگذره بری. الان پای مرگ و زندگی در میونه. آه ببخشید، این موضوع هیجان انگیزه، یکم بلندتر میگیم. نه آقای جولبه، خیلی هم بخشش کسالت آوره. بفرمایید. هیچی آقا، خصوصیه. بفرمایید. یا برو آقا به کارت برس. بابا این کیه؟ بالاخره باید به ما بگی نقشت چیه. اینجوری نمیشه که. خب بابا من بعدم به شما توضیح میدم. شما الان فقط به من اطمینان کنین تا من بتونم این بحرانو مدیریت کنم بره تموم شه. چیکار باید بکنیم؟ هر چی اونا گفتن ما قبول میکنیم. بعد که خلاصی پیدا کردیم دبه میکنیم. قبوله؟ قبوله. چیه؟ پسر تاجره، نام زدمه. بگیرین جلوشو. وگرنه با یه گله همه تونه به هم میدوزم. بابا آفرین. باریکلا جوون جگرداری هستی، خوشم اومد. برو کنار میزنم. بزن بزن ببینم چقدر جگر داری. باز رفتی تو هپروت؟ پسر تاجر کجا بود تو این بیابون؟ میگم پیشنهاد خوبی دادا، قبول کن. چیو قبول کنم؟ استاد جناب مراد بیکخان عزیزم، خدمتون عرض کنم که من با عروس خانم صحبت کردم، همچین بگینگی یه اوکی زمینی رم از ایشون گرفتم. مبارکتون باشه. مبارکه. شما که قرار بود دختر بدین چرا به من ندادی؟ خب لابد من دوز شریفتری هم با من بیشتر حال کردن. آقا اصلا پشیمون شدم. من اصلا معامله نمی کنم. اینا هم احتیاج دارم. جمع کنید بریم. حسام مثل این که یادت رفته اومدی تو حوزه استحفاظی من. برای من داری شاخبازی در میاری؟ ببین یه بار دیگه جلوی تفنگچیام حسامو بدون بکش بگی همچین زایت میکنم جلو همه مثل او دفعه. اولش که دستت بنداز، فاصله قانونی رو هم رعایت کن. تو کی منو زایه کردی دفعه دومت باشه؟ می هفته پیش نبود جلو تفنگچیات مچت خوابوندم؟ مچت خوابوندم؟ تو کی؟ مچت منو خوابوندی؟ یادت نیست؟ یادش نمیاد. نکنه تو خواب خوابوندی؟ مادر نزایده کسی که مچ مرادو بخوابونه. اگه خوابوندم چی؟ اگه خوابوندی تا سه ماه هرچی غافله زدم نصفش میدم به تو. قبوله؟ اما اگه من مچو تو رو خوابوندم، یه دست نوشته به هم میدی
تا یک سال اختیار کل گرگ دره میسپاری دست من. خودت میری بیرون. ببین میترسم رودل کنی. نخواستیم آقا جمع کنید بریم. پس خودتم واقفی که از تو سرترم. قبوله. باشه قبوله. کاملا قبوله. قبوله. مشخص قبوله. قبوله. مچ میندازیم. شروع کنید. دل کنید چی میبره؟ بریم امو. امه کجا بریم؟ کجا بونه شد؟ حواسشون نیست بریم. کبا گور میشیم توی بریم. هر جا بریم بهتر از این هست. تو که محو مسابقه مچاندازیشون شده بودی. من اصرار کردم حواسشون نیست بریم. چی داری میگی تو آخه مرداد؟ بابا خیلی خوب حالا بحث نکنیم. بدی که کدوم طرف باید بریم. اونا کیا؟ کیا؟ راه زنان سرم شد. تعقیبمون کردن. چقدر گفتم بدویم بازم زود باشیم. بابا خب اونا اسب دارم ما پیاده ایم. شما همه اون از گل بردارین فرار کنین. من وای میستم جلوشون مقاومت میکنم. چی داری میگی؟ مگه من میذارم تو اینجا تنها بمونی؟ هم به دیر میشه بریم. داداش نکن این کارو. نه ما همه همینجا با تو میمونیم. بابا این راست میگه. چرا متوجه نیستین اگه اونا دستشو به ما برسه ما رو میکشن. این یکی بمیره بهتر از دیگه. همه ما بمیریم. چه بریم دیگه؟ تو اگه میخوای بری خودت تنها برو. اینا امانتی داداش هم. من هیچ جا نمیرم. وایسی سر اسفاسونو برگردونی از همون مسیری که اومدیم بریم و الا با من طرفیم. این موشکار با بازی ها در شهن هیچ کدوم ما نیست. زودتر بجنبیم بریم با هم قوم و خیش بشیم. اینا رو اول من پیدا کردم. اگه قرار به قوم و خیشی باشه من در اولویتم. تو حوزه استحفاظی من پیدا کردی. تو حوزه استحفاظی تو اوجاش پیدا کردم که سمت حوزه استحفاظی منه نه ایجاش. اوجا حوزه استحفاظی من بود تو اوجا پیدا کردی. اوجای اوجاش پیدا کردم اوجا... نه ایج اوجا پیدا کردی نه ایجا. ایجای اوجاش نبود اوجای اوجاش. خیلی خوب حالا بعدن با هم به توافق میرسیم. چیکار کنیم؟ ما جنازه دخترمونم به شما نمیدیم چه برسه عروستون بشه. ما توی بیابون بمیریم تن به ننگ نمیدیم. چی؟ تنگ از اونجایی که من آدم دموکراتی هستم به انتخاب آدم‌ها احترام می‌ذارم. انتخاب کنید یا بیاید بریم با هم قوم و خیش بشیم یا یه تپو راست بگیرید برید پشت شورزاره برید اونجا بمیرید. باشه بیریم میمیریم. پس برید از مرگتون لذت ببرید. با اجازتون میمیریم. برید خوب بمیرید. آسکل بمیرید. Yeah!
من موندم چرا راهزنا نیومدن دنبالمون. انگار از اینجا خیلی میترسیدن. اینا همشون یه مش آدمای ترسو بودن که فقط داشتن ادای راهزنا رو در می آوردن. بابا ما نباید فرار میکردیم، باید میموندیم اونجا، تکلیفمون رو روشن میکردیم میرفت دیگه. چی دیگه؟ تکلیفمون مشخص بود امو جان. نازگل رو به زور عقد میکردن، ما ستارم چال میکردن. بابا راه بیفتیم تا شب نشده باید برسیم پشت اون تپه ها. پشت اون تپه ها مگه چیه داداش؟ من چه میدونم، مگه من رفتم؟ وا پس چرا میگی؟ پس چی بگم؟ بگه من اینجا بمیریم فقط. خب حالا جای دعوا چه طرز حرف زدنه. خب عمه جون بالاخره من یه امیدی باید بدم. نه عمه جون تو همون امید ندی بهتره. این امیده والا. آبجی بریم. بریم. بیایید. شدم اون چهار فرسخه داریم را میایم، پس چرا نمیرسیم هیچ جا؟ عمو جان طاقت بیار، پشت این تپه ها مطمئنم یه آبادی چیزی هست. بلند شو بابا. من نگران خودم نیستم، خاک بر سر من. من نگران نازگل و عمتم. اونا الان نیاز به کمک دارن، اونا بریدن، آب ندارن، احتیاج به آب دارن. تو خودت از بقیه داغون تری، واسه چی از ما مایه میذاری؟ والا من از شما مایه گذاشتم؟ آخه آبجی چرا متوجه؟ داداش چی شده؟ نازگل اون اسکلت بلند شد و سمت من. بمیرم الهی، بچه مغزش افتاد داغون کرده. آبجی جان یه ذره دیگه طاقت بیار، الان میرسیم به یه سایه ای، یه خورده استراحت کنیم هممون حالمون بهتر میشه. باشه عمو بلند شو بریم. بابا منو بذارید همینجا بمونم، برید منو تنها بذارید، برید دنبال کار زندگیتون، بذارید همینجا بمیرم. میگم عمو شما اگه جای تاجر بودی راضی میشدی پسرت با یه خانواده آسوپاس مثل ما که هیچ شناختی هم روش نداری وصلت کنه؟ نه چرا باید راضی بشم؟ اگه قرار بشه پسرمو زن بدم، میرم یه دختر خانی، تاجری، طبیبی خب براش میگیرم دیگه. خب اگه پسره اصرار کنه چی؟ پسره غلط میکنه اصرار کنه، قلم پاشو میشکنم که رو حرف من حرف بزنه عمو جون. خب عمو گیر منم همینجاست دیگه. من میگم اون تاجر برای چی باید به این وصلت راضی بشه؟ آب. آب؟ یعنی مشکل آب؟ خودشون آب ندارن. چی داری میگی عمو؟ گور پدر اون تاجر برو کنار. آب 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 بیا مرتبه بیا آب آب. این چی میگه؟ این گنه حالش من آب همه آب نگاه کن آب نگاه نسی بری بیا آخه یعنی چی؟ من خودم با این دوتا چشمم دیدم، همینجا بود، همینجا بود. از اون طرف عمو جانا خواهش میکنم این دم آخری جواب سوال منو بده. جواب کدوم سوال تو؟ بابا همین قضیه تاجر رو دیگه میگم. وجدانن اگه کاری کردی که ما هنوز خبر نداریم بگو ندونسته نمیریم. خب بابا بگو دیگه چی کار کردی که تاجر رضایت دادیم که اما متنفر بود؟ خب میگم میگم چشم میگم. آفرین برگرد. چی؟ برای چی برگرد؟ برگرد مرداد، برگرد سوارشم. عمه آخه یعنی چه؟ ببین بس که این مرد خودخواه. عمه من که بهتون میگم برگرد، برگرد بابا من حتی سوار شد تا بتونه بگیره. بس که زبونت وا بشه. نمیخواد نمیگم. نه بگو بابا غلط کرد. نمیخواد نمیگم. آقا سوار شو، آقا سوار شو. و آنچه گذشت بقیه ماجرا رو از اینجا شروع کنیم. برو. نرو. به به آقای تاجر داری میری شهرآشوب؟ شما از کجا شنیدی؟
فهمیدن این اخبار تو این شهر واسه ما که کاری نداره. پیشکار پیشکار. بله بانو. بله بانو بیا ببینم اون روزی که پسرم رفت این دختره رو دید تو اونجا بودی. میخوام بدونم چیزی از قیافش یادت میاد؟ اگه ببینیش میشناسیش؟ نه درست یادم نیست. چطور مگه؟ ببین پیشکار، هر جور شده تا فردا این دختر رو میخوام بیاریش اینجا. من باید ببینمش. میخوام ببینم کیه، چی کاره، از چه جوریه. آی بانو جان این کار دیگه از من نخواد، چون اگه تاجر بفهمه پوست منو قلفتی میکنه. تاجر نمیفهمه، دو سه روز داره میره شهرآشوب، تا اون موقع ما همه کارام تموم میشه. سلام بانو. پیشکار این گلدونا رو کجا بذار؟ خب برو بذار تو گلخونه دیگه. از من میپرسی برو. همه چیز باید به اینا بگیم چیکار کنم. همش مال سرش اومد بس. بسته. بابا بانو جان پیدا کردن یه دختر تو این شهر به این بزرگی کار دو سه روز نیست. حداقل دو سه ماه وقت میخواد. میره پیش داروغه. از آشناهای شوهر خالمه. نامه مینویسم، امضا میکنم، درشو میبندم، تحویل داروغه میدی. داروغه نامه منو وقتی بخونه کار تمومه. همه کارا رو خودش انجام میده. آخه من چه شکلی به چی به چی نشونش بدم؟ چه شکلی بگم بگم دختره چه شکلیه؟ کاری نداره. میدم پسرم نقاشی این دختره رو تا جایی که یادشه بکشه. تحویلت میدم، ببر تحویل داروغه بده تموم شه بره. پسرت میتونه نقاشی کنه؟ حالا اون که فکرش درست کار نمیکنه الان. پیشکار. بله. کاریو که گفتم فقط انجام بده تمومش کن. باشه. وقت نداری ما. باشه. امروز وقت با شماست. اتفاقا پیش پای شما اون آدم رو دستگیر کردیم. قربان آوردنش. بفرما. اینم همونه که میخواستی. هشت شبانه روز کمی کردیم تا تونستیم گاب دوز نابکار رو دستگیر کنیم. خیلی زحمت کشیدید. ولی قربان من فکر میکنم که این اونی نیست که ما دنبالش هستیم. چرا دیگه؟ این خودشه، این دماغشه، این چشماشه، این ابروشه، اینم چهره زیباشه، خودشه دیگه. اجازه بدی بفرما. جسارتن این نقاشی عکس یه دختره. دختر؟ بله. ببخشید جسارتن کدوم عقب مونده ای این نقاشی رو اینقدر داغون کشیده؟ پسر جناب تاجر. آها. البته بدم نکشیده. ولی چون سبک کوبیس کار کرده من نتونستم تشخیص بدم. آی پسر. بله قربان. بیا اینو ببر عروش صد تا تکثیر کن بدید توی تمام شهر توس کنن. میخوام تا شب نشده این دختره برام پیداش کنیم. چشم اطاعتم. جناب ماشی قبل از اینکه بدین تکثیر کنن یه متری رو من باید اضافه کنم اون زیر عکس. چه متنی رو؟ پسر تاجر قصد دارد با صاحب این عکس ازدواج کند. هر کسی صاحب این عکس است امروز صبح به درب خانه تاجر آمده و خودش را معرفی کند. اگر ثابت شود که همان دختر است و عقد پسر تاجر در خواهد آمد. چی شده پسرم؟ فکر کنم به خاطر گریه های زیاد یه ذره سوی چشم کم شده. خب وقتی که سوی چشت کم میشه میتونی تشخیص بدی که آیا این همون دختره یا نه؟
نگران نباشید مادر، شعر رو بخونه من سریع متوجه میشم، نیازی به دیدن نیست. شعر رو بخون. شاعر میفرماید که نوک زبونمه، میشه اولشو به من بگین؟ سیب سرخی. آهان، سیب سرخی. سرخی سیب تو از آن جاذبه افتاد یا در سر من پرسش فرزانگی شد؟ همین شعر بود. خب خانم بفرمایید. صاحب اون عکس منم. خواهش میکنم یه فرصت به من بدین. خواهش میکنم. شماره بعدی شماره 8. صدا سر خواهم داد ای سبت های پرخواب، سیب آوردم، سیب سرخ خورشیدی. بعدی. به هم شبی، به هم مبتلا، به هم محتاج، چنان دو نیم سیبی که هر دو نیم به هم. بعدی. توپلویم توپلو، صورتم مثل هلو، مامان خوبی دارم، میشینه توی خونه، میدوزه دونه دونه. بعدی. چای آب. چی؟ چای آب. راست میگه. همه چایه. آره، چای آب. همه جا بود. من خودم دیدم با چشم اشتباه کردیم شاید. اشتباه. خوش خواه. نه. اونجا چای. راست میگه. چای آب. بیا. همه جا بود. من با چشای خودم دیدم. اما چشا تعطیل. کجاش تعطیل بود؟ من چی میگی تو؟ میگی چاچا مرام دنبال خودت رو انداختی. اونا اونجا. آره اونجا اونجا خویا. به راه میره چاره. اینا شاها بگیرش دیگه باشه. چی شد؟ چرا وایسادی همه؟ مگه نمیبینی خیلی سرعتش زیاده؟ آخه مگه چهار را میره؟ نه بابا را نمیره که، همون سرابه. مگه اون قبلی ها رو ندید؟ آخه سراب؟ سراب مگه پا داره که را بره؟ حالا که پا داره. این دومین باره که غافل گیر شدیم. من یکی دیگه اگه کاروانسرا هم ببینم و طرفش نمیرم. منم کاروانسرا. راست میگه. این الان واقعیه یا سرابه؟ نه بابا واقعیه. آدم ها رو جدا چگاه کن. داره دست کو میدن. ما رو نگاه کن. ما اینجاییم. کمک. ما اینجاییم. کمک. ما اینجاییم. کمک. ما اینجاییم. شد. یعنی اینم سراب بود؟ ای خدا. آخه این چه سرنوشتیه که ما توی گیر افتادیم امه؟ به دست تفنگچه حسام بک کشته شده بودیم، بهتر از اینه که با توهم بیابی توی بیابون بمیریم. قصه نخور امه، نگران نباش، من دلم روشن، از اینجا سالم میریم بیرون. بریم امو. بریم امو. جانم جان. آب خوردی اینجا؟ چرا خیسه؟ آب؟ آب اونم تو بیابون. راست میگه امو، اون لکه آبه. لکه آب؟ خب شاید داشتم حرف میزدم یا آب اینجا جوری دخلیم بعد آب دهنم ریخته بیجا. چرت و پرت نگو، شطورم اینقدر آب دهن نداره. از کجا آب خوردی؟ اینا هنوز خیسه خیسه. شما آفتاب زده به سرتون، برید یه سایه گیر بیارید، استراحت کنید، شاید درست بشید. یه حرفا چه توی بیابون آب؟ من اصلا نمی‌فهمم شما چی دارید میگی. گرشا به خدا اگه نگی از کجا آب خوردی همینجا دفنت میکنم میرم. واو. بده بچه بخوره ببینم. نداره. یعنی این همه وقت با خودت آب داشتی و ما داشتیم لحله میزدیم؟ خیلی مردی امو، خیلی مردی. بریم بریم.
عمو چرا متوجه نیستی؟ بذار من توضیح بدم. به جان خودتون قسم. جان خوده؟ خب به جان خودم. من روم نشد دهنی بود. چیکار میخواستم بکنم؟ کیه؟ موتوره؟ سلام، خسته نباشید. مسیر پاریس دافار کدوم بره؟ یه موقع بعد نشه هر کدوم یه وریا نشون دادی؟ بعدی چی نازگول؟ چی بد نباشه؟ بابا اینا توهم، اینجا همه چی سراب پوت شده رفته. همون خسته شدم من. بایست من سوار شم. بابا ول کن. بایست سوار. ای بابا خر مفگیر اردی وسط بیامون. ای بایست من سوار شم سوار شم. ازاد عمو یا من سواشم، کجا داری میری؟ برگرد، من اینجا تنها نذارید. عموی پیر و فرتوت و خستت رو تنها نذارید. تو پیر و فرتوتی؟ همین الان مثل اسب داشتی اینجا یتمه میرفتی. آبت هم که خوردی، دیگه چی میخوای؟ بری بیریم بابا. من اینجا میمونم و میمیرم، تمام حقایقم به گور میبرم. حالا میبینید، هیچی نمیگم. عمو، مگه حقیقت دیگه یه مونده که نگفته باشی؟ خیلی حقیقت مونده. کجاشو دیدی؟ بیا تعریف میکنم، بی سوارشم. برگرد، برگردم آشو. سلام عرض کردم جناب تاجر عزیز. اجازه هست؟ اجازه برای چی؟ خب معلومه برای چی دیگه، اومدیم برای آزمون دیگه جناب تاجر. سلام. ببخشید دره چرا بس؟ شما چی میگین؟ ما که خود داشتیم عرض میکردیم خدمتون جناب تاجر. من با نازگل خانم اومدیم اینجا که آزمون دیگه، برای آزمون اومدیم خدمتون. ما که حرفی نداریم، من عموی نازگل هستم. تاجر تو اینجا چی کار میکنی؟ کی برگشتی؟ وی قرار نبود دو روز بمونی؟ سر وضعت چرا اینطوریه؟ ای وای اینجا چه خبره؟ اینا چی میگن؟ آزمون چیه؟ ما که خودمون سر خود نیومدیم، آگهی داده بودی شما. آگهی چی؟ من به موقع تکلیفم با شما دوتا روشن میکنم. جناب تاجر عزیز، قبل از اینکه شما تکلیفتون رو با دوستان محترمتون مشخص کنید، نازگل عزیز ما شعرشو بخونه؟ نه خیر عمو جون، ولشون کن. با این رفتاری که ازشون دیدم دیگه کلن پشیمون شدم، شعر نمیخونم. دختر جون شعرتو بخون، شر رو بکن. آره لطفاً لطفاً شعرتو بخون. راستش اون روز پسرتون وقتی منو توی بازار دید این شعر رو برام خوند. سیب سرخی افتاد از میان سبد عشق زمین، او به تو خندید و تو نمیدانستی که به یک لبخندش لرزه عشق به جانت افتاد. ناز کن. وای خدای من، خودشه.